همه ما میدونیم که دنیای اسلام پتانسیل های بسیار زیادی داره، از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ انرژی، از لحاظ جمعیت، از لحاظ صنعت، از لحاظ فرهنگ و تمدن، اما در این حال مواجه با مشکلاتی هم متاسفانه دنیای اسلام هست. تروریسم، مسئله جنگ و خونریزی، مداخلات خارجی ها و عدم شرایط لازم برای توسعه مورد نیاز دنیای اسلام، فقر و مشکلاتی که دنیای اسلام داره. جمهوری اسلامی ایران و مالزی در زمینه مسائل منطقه‌ای و دنیای اسلام نظرات مشترک فراوانی دارند، از جمله نظر هر دوی ما نسبت به اسلام به عنوان اسلام رحمانی و اعتدالی مورد توجه هر دوی ما هست. این که مسائل دنیای اسلام با مذاکره و گفتگو باید حل بشه، در واقع اون دو سیاستی که بنده در سالهای گذشته در سازمان ملل اعلام کردم و اولیش منجر به یک قطعنامه مهم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد، البته دو بار این قطعنامه تصویب شد و آن جهان عاری از خشونت هست که تحت عنوان امنیت و تعاملی که مد نظر ما هست مطرح میشه و امسال هم در سازمان ملل مسئله صلح هرمز مطرح شد تحت عنوان طرح امید و خب مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان و همچنین نخبگان روشنفکران قرار گرفت. ما معتقدیم مسائل منطقه تنها از راه گفتگو حل و فصل خواهد شد. بنابراین این یک قدم مهم و جدیدی برای دنیای اسلام هست با یک ترکیب خاص از کشورهای بسیار مهم و تأثیرگذار در دنیای اسلام.